حزب فتح حساب و مطار بیروت، یه حزب سیاسی فرودگاه بیروت رو به روی پروازهای ایران باز کرده. چرا؟ چرا مردم لبنان باید قربانی بشن؟ از چین به ایران، از ایران به عراق و لبنان. ماهان ایر چطور ویروس کرونا را در خاورمیانه پخش کرد؟ در 60 دقیقه امشب از یافته‌های بی بی سی در این باره می‌گویم. همچنین در برنامه امشب آسیب پذیرترین قربانیان طوفان کرونا، گل‌های هلند هم پژمرده شد. ناشناس دلم برد و گم شد. من به یه دل کنون می‌قرارم. از ودا با اسلحه تا ودا با زندگی، در گذشت نجف دریا بندری، نویسنده و مترجم سرشناس. سهر رمضان الذی و گفتگو با یک خواننده جوان آمریکایی که عود میزند، فارسی میخواند و قاری قرآن هم هست. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. تحقیقات بی بی سی نشان می‌دهد که چطور یکی از خطوط هوایی ایران در گسترش ویروس کرونا در خاورمیانه نقش داشته. تجزیه و تحلیل اطلاعات مسیر پرواز و استفاده از منابع موجود مثل ویدیو و عکس نشان می‌دهد که چطور ماهان ایر اولین مسافران ناقل ویروس کرونا را از ایران به عراق و لبنان برده و با وجود ممنوعیت به پروازهایش به کشورهای مختلف دنیا ادامه داده. ماهان ایر از جمله خطوط پروازی تحریم شده توسط دولت آمریکا است که گفته می‌شود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم ارتباط دارد. بی بی سی دریافته که بیش از 10 نفر از خدمه پرواز ماهان ایر علائم ابتلا به کرونا داشتند. زمانی که این کارکنان تلاش کردند تا درباره سوء مدیریت در این بحران و فقدان امنیت سخنی بگویند، توسط مدیران ارشد وادار به سکوت شدند و در نهایت ماهان ایر به پروازهایش ادامه داده. بخش‌های فارسی و عربی بی بی سی برای تهیه این گزارش همکاری کردند. مریم افشان گزارش می‌دهد. در اسفند سال گذشته و از طریق پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان، اولین موارد تایید شده افراد مبتلا به کووید 19 وارد عراق و لبنان شدند. شرکت ماهان ایر علی‌رغم ممنوعیت پروازهای بین‌المللی و همچنین برخلاف توصیه‌ها و تصمیم‌های حتی خود دولت ایران، در اوج بحران کرونا زندگی مسافران و خدمه پرواز خود را در معرض خطر قرار داد. بخش خبر بی بی سی فارسی و عربی با تحلیل اطلاعات مسیرهای پرواز و همچنین گفتگو با منابعی در داخل ماهان ایر دریافته که چطور این خط هوایی که گفته می شود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط است، در انتشار ویروس کرونا دست کم در منطقه خاورمیانه نقش داشته. قم، مرکز مهم تشیع در خاورمیانه. میلیون ها نفر همه ساله برای زیارت به این شهر سفر می کنند. اولین موارد مرگ به دلیل کرونا در خاورمیانه در این شهر گزارش شد. سازمان بهداشت جهانی در این زمان هشدارهایش را در مورد خطر کرونا صادر کرده بود. ایران در 2 روز گذشته 18 مورد ابتلا و 4 مرگ داشته. این خیلی نگران کننده است. با این وجود مقامات ایران اجازه دادند تجمعها و مراسم مذهبی سیاسی ادامه یابد و انتخابات مجلس هم برگزار شود. ظرف چند روز ایران به کانون شیوع ویروس کرونا در منطقه تبدیل شد. تحقیقات ما از روز 11 بهمن آغاز می شود. روزی که دولت ایران به صورت رسمی همه پروازها به چین و از چین به ایران را لغو کرد تا مانع گسترش ویروس شود. 2 روز بعد از این تاریخ بهرام پارسایی نماینده مجلس شورای اسلامی چنین توییت کرد. برخلاف تصمیم دولت، همچنان شاهد ورود مسافر از چین به ایران و انتقال مسافران چینی از سایر فرودگاه‌های جهان توسط ایرلاین‌های ایرانی هستیم. آیا سازمان هواپیمایی خود مختار است و تابع دولت نیست؟
در همان روز سفیر چین در ایران هم با انتشار این توییت از ملاقات با مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان و تمایل او به گسترش همکاری با چین خبر داد. اما ماهان ایر چطور شرکتی است و چرا همچنان به پرواز به چین ادامه داد؟ ماهان ایر اولین و بزرگترین شرکت هواپیمایی خصوصی در ایران است. ماهان ایر می گوید ناوگان هوایی از شامل 55 هواپیماست و هر ساله حدود 5 میلیون مسافر به 66 مقصد مختلف در دنیا از جمله بانکوک و بارسلون و چند کشور منطقه می برد. در سال 2011 ایالات متحده آمریکا ماهان ایر را به اتهام آنچه حمل اسلحه و همچنین جابجایی مهره‌های کلیدی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواند تحریم کرد. از جمله قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در اینجا در پرواز ماهان ایر دیده می‌شود. بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی در عراق، جسد او با یکی از هواپیماهای ماهان ایر به ایران برگردانده شد. محدودیت‌های وضع شده علیه ماهان ایر بخشی از تحریم‌های گسترده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. البته ماهان ایر با وجود تحریم‌ها همچنان به پروازهای بین‌المللی ادامه داد. ماهان ایر نقشی کلیدی در نقل و انتقال مسافر و کالا بین ایران و چین داشته. شیوع کرونا هم باعث توقف این نقش نشد. تحلیل اطلاعات مسیر پروازها توسط بی بی سی نشان می‌دهد چگونه این شرکت بعد از اعلام ممنوعیت پرواز به چین توسط دولت ایران از این دستور تخطی کرده است. در حالی که بقیه شرکت‌های هوایی پروازهای خود را متوقف کردند. اطلاعات پروازی نشان می‌دهد ماهان ایر تنها شرکت هوایی است که از تاریخ 11 بهمن 98 تا اول اردیبهشت 99 همچنان به پروازهای مستقیم بین ایران و چین و بالعکس ادامه داده. در این زمان در ایران انتقادها و نگرانی‌ها نسبت به این پروازهای ماهان ایر شدت گرفت. در پاسخ به این انتقادها ماهان ایر این تصویر را در شبکه‌های اجتماعی ویبو متعلق به چین منتشر کرد تا نشان دهد کمک‌های انسان دوستانه از طریق این پروازها به چین فرستاده شده. ما اطلاعات مسیر پرواز را تحلیل کردیم و آن را با بیانیه‌های رسمی ماهان ایر مطابقت دادیم. طبق بیانیه رسمی 6 پرواز برای ارسال محموله‌های کمک انجام شده بود و 4 پرواز دیگر برای برگرداندن شهروندان ایرانی از چین به ایران که آخرین آن در روز 16 بهمن انجام شد. اما تحقیقات ما نشان می‌دهد که 157 پرواز دیگر بعد از آن تاریخ انجام شده و ماهان ایر اجازه یافته که مقررات وضع شده برای منع پرواز به چین را نادیده بگیرد. اوایل اسفند ماه چین دوران اوج گسترش ویروس کرونا را می‌گذراند. شیوع بیماری در ایران نیز در وضعیت هشدار دهنده‌ای بود. معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با ظاهری تبدار در کنفرانس مطبوعاتی ظاهر شد و فردای آن روز اعلام شد که به کرونا مبتلا شده است. با این وجود اماکن مذهبی و تجمع در آنها همچنان ادامه داشت و هیچ قوانین سختگیرانه‌ای وضع نشد. ویدیوهایی در فضای مجازی از بیمارستان‌ها منتشر شد. 8 تا از هموطنانمون از دست دادیم. تا کی مسئولای ما می‌خوان این مسئله را از شوخی بگیرن؟ بی بی سی در اواخر ماه اسفند گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد حداقل 210 نفر در کل ایران به دلیل کرونا جان خود را از دست داده بودند که بسیار بیشتر از آمارهای رسمی که تعداد جان باختگان را 34 نفر اعلام می‌کرد بود. روزنامه شرق در روز 8 اسفند در گزارشی با این عنوان از قول یک منبع آگاه میگوید مهمانداران از هر 5 پرواز باید 1 پرواز خارجی و 4 داخلی انجام دهند. پس از آنکه مهمانداران و خلبانان از چین باز میگشتند به هیچ عنوان از سوی این شرکت هواپیمایی در قرنطینه قرار نمی گرفتند. خود کارکنان نیز امکان قرنطینه شخصی نداشتند چون مرخصی پس از پروازها به آنها داده نمی شد.
آنها مجبور می‌شدند در مسیرهای داخلی پرواز کنند که بیم آن می‌رود این اتفاق باعث شیوع این بیماری در کشور شده باشد. اما ماهانیر و خدمش نه تنها به چین پرواز کردند که به لبنان، عراق و سوریه هم از ایران پروازهایی داشتند. کشورهایی که سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رابطه نظامی، اقتصادی و سیاسی ایدئولوژیک مستحکمی با دولت‌ها یا گروه‌هایی در آنها دارد. هشدارهای گسترده‌ای درباره گسترش ویروس با ادامه این پروازها در منطقه داده شد. از دولت عراق میخوام پروازهای هفت روز هفته 24 ساعته ایران رو متوقف کنه، چون خطر ابتلا به ویروس خیلی زیاده. یه حزب سیاسی فرودگاه بیروت رو به روی پروازهای ایران باز کرده. چرا مردم لبنان باید قربانی بشن؟ به نظر میرسد که این بیم‌ها و دغدغه‌ها موجه بودند. در لبنان اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در تاریخ دوم اسفند منتشر شد. اولین فرد مبتلا به کرونا زنی 41 ساله بود که از زیارت قم به لبنان برمیگشت. تصویر پاسپورت او در توییتر منتشر شد. در عراق هم اولین مورد رسمی پنجم اسفند اعلام شد. یک دانشجوی ایرانی صفحه فیسبوک او نشان می‌دهد که در اوج شیوع کرونا در ایران بوده است. یافته‌های بخش عربی بی بی سی شامل بررسی اطلاعات پرواز و گفتگو با منابعی در لبنان و عراق تایید می‌کند دانشجوی ایرانی با این شماره پرواز در تاریخ 30 بهمن از تهران به نجف سفر کرده بود. زن 41 ساله لبنانی روز بعد با این شماره پرواز از تهران به بیروت سفر کرده بود. این تصاویری است که توسط یکی از مسافران در پرواز ماهانیر گرفته شده. این همان پروازی است که نخستین فرد مبتلا شده لبنانی یا اصطلاحاً بیمار صفر سوار آن بوده است. اعلام نخستین موارد کووید 19 به نگرانی‌های فزاینده در مورد تداوم پروازها از ایران دامن زد. در هفتم اسفند ویدیویی در توییتر منتشر شد که نشان می‌داد یک هواپیمای ماهانیر از ایران در حال فرود آمدن در فرودگاه بین‌المللی بغداد است. در پاسخ به درخواست‌های عمومی و برای کمک به آهسته کردن گسترش ویروس، مقامات عراقی پروازها به ایران و از ایران را 5 روز قبل از آن به حال تعلیق درآوردند. اما بر اساس اطلاعات داده‌های پرواز پس از ممنوعیت 15 بار دیگر به ماهانیر اجازه فرود آمدن و بلند شدن داده شده. مقامات عراقی در اطلاعیه‌ای به بی بی سی اعلام کردند این پروازها تنها برای بازگرداندن شهروندان به کشور خودشان بوده و همه آنها تاییدیه سازمان هوانوردی عراق را داشتند. آنها گفتند که پروازها از عراق به ایران ادامه خواهد داشت، اما مسافران ایرانی مجاز به ورود به عراق نخواهند بود. بسیاری از ایرانیان از زیارت مکانهای مذهبی از عراق به ایران برمیگشتند. مقامات بهداشتی معتقدند تجمع مردم در این اماکن نقش مهمی در گسترش ویروس بازی کردند. این رساله نحب احنا نوجهها للعاملين في العتبات. من دوست دارم پیغامی به کسانی که در مکانهای مذهبی کار میکنن بفرستم. شما باید هم مقررات منع رفت آمد رو محترم بشمارین و هم لباسهای محافظت کننده بپوشید. یکی از کارمندان ماهانیر به بی بی سی گفت تا این زمان بیش از 50 نفر از خدمه پرواز ماهانیر علائم کووید 19 را داشتند، اما این شرکت به پروازهایش در منطقه ادامه داده و خدمه پرواز هنوز وسایل و تمهیدات لازم برای محافظت را ندارند مطابق استانداردهای انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا. بی بی سی به یک نسخه تعهدنامه منع افشای اطلاعات دست یافته که به همه کارمندان ماهانیر داده شده و آنها تهدید شدند که اگر به صورت عمومی درباره مسائل و نگرانی‌هایشان صحبت کنند تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. در 18 اسفند سوریه هم به طور رسمی تمام پروازها به ایران و از ایران را به حالت تعلیق درآورد. با وجود این اطلاعات موجود نشان می‌دهد بعد از این ممنوعیت هم 8 پرواز دیگر توسط ماهانیر به این کشور انجام شده است. مسافرانی که با این پروازها وارد شدند تب و نشانه های دیگری از ابتلا به ویروس کرونا داشتند.
بعضی از آنها به طور موقت به مرکز قرنطینه‌ای که توسط دولت سوریه در حومه دمشق درست شده بود منتقل شدند. من از ایران برگشتم. اونجا درس می‌خوندم. برید بالا طبقه بالا رو چک کنید. 8 نفر تو هر اتاقم بدون دوش. من میخوام 100 روز قرنطینه شم اما نه تو این شرایط. در 3 فروردین دولت سوریه اولین مورد مبتلا به کرونا در این کشور را اعلام کرد. زنی سوری که از کشوری دیگر به سوریه بازگشته است. اما نام این کشور اعلام نشد. ماهانر به زیر پا گذاشتن قانون منع پرواز در بقیه کشورهای منطقه هم ادامه داد. 37 پرواز به دبی داشته، 19 پرواز به ترکیه و 20 پرواز دیگر برخلاف مقررات به اقصا نقاط جهان. همه این کشورها باید اجازه فرود به ماهانه داده باشند که دادند، برخلاف قانون منع پرواز با ایران. در سیام فروردین ماه 1399، جمعی از مهمانداران ماهانه در نامه‌ای سرگشاده به مدیرعامل این شرکت علت بحران را در سوء مدیریت دانستند. آنها در این نامه متذکر شدند که خواسته آنها از مدیریت برای تجهیزات لازم و لباس‌های مخصوص نادیده گرفته شده و تهدید شدند که حرف نزنند. همچنین در این نامه اشاره کردند که علارغم تمام هشدارهایی که به مدیریت داده بودند، متهم اصلی شروع کرونا در ایران شناخته شدند. پروازهای دیگر هم در آن زمان به ایران رفت آمد داشتند، اما ماهانه ایر تنها پروازی بود که قانون منع پرواز را در مقیاس بزرگتری زیر پا گذاشت. ارتباط ماهانه ایر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نفوذ سپاه ممکن است این امکان را به این خط هوایی داده تا قوانین منع پرواز را نادیده بگیرد و پروازهایش را به نقاط مختلف جهان ادامه داده باشد. کارکنان این خط هوایی به حمید عربنژاد مدیرعامل ماهانیر و مدیران ارشد او هشدار داده بودند که این پروازها مسافران و خدمه پرواز را در معرض خطر قرار می‌دهد، اما همچنان پروازها ادامه دارد. پروازهایی که به نظر می‌رسد در گسترش شیوع ویروس کرونا نقش داشتند. BBC با ماهانه دولت ایران و دولت‌هایی که اجازه فرود ماهانه در فرودگاه‌هایشان را علارغم قانون منع پرواز دادند تماس گرفت. به جز عراق همگی از پاسخ به سؤال BBC خودداری کردند. مریم افشنگ، BBC. ماست مریم، کمی در مورد روش تحقیق بگو، چطور این تحقیقات انجام شده؟ ببین در واقع این یه تحقیقی بود که بخش فارسی و بخش عربی با هم انجام دادن. حتی ما یه مقداری از بخش چینی هم کمک گرفتیم برای در واقع این داده‌های پروازی رو چک کردن و اینکه چه اتفاقی در چین افتاده. چند وقت پیش BBC فارسی با دنبال کردن اطلاعات پرواز به آمار و ارقامی رسید که نشون میداد که علارغم منع پرواز ماهانه پروازهایی به چین داشته. اگه یادت باشه خیلی انتقادات زیادی به ماهانه شد که در واقع باعث، مثلا در ایران خیلی انتقاد میکردن و میگفتن باعث شیوع کرونا بوده در ایران به این دلیل که همچنان پروازهاش به چین ادامه داشته. ماهانه اعلام کرد که این پرواز فقط پروازهای باری هست و مسافربری نیست، فقط مسافران ایرانی رو داره جمع میکنه و البته یه سری مسافرهایی که در کشورهای مختلف اطراف مونده بودن و قرار بود برن به چین. این اتفاق در کشورهای خاورمیانه میفته وقتی که اولین مبتلایان مشخص میشه که از ایران سفر کردن مثلا به عراق یا لبنان. در واقع اونجا همین نگرانی ها دامن زده میشه که انگار که در واقع ایران یا مسافران ایرانی دلیل شیوع کرونا در این کشورها هستن. بخش عربی به صورت کامل، ما واقعا یه تیم 10 نفره بودیم، شروع کرد تمام اطلاعات و داده های پرواز ها رو چک کردن. مهم این بود که بعد از منع پرواز از مثلا از طرف دولت عراق یا سوریه همچنان ماهانه به این کشورها پرواز داشته. در ضمن ما روزنامه های ایران انتقاداتی که به ماهانه میشد، نامه ها و
حرف هایی که خدمه و مهمانداران ماهانر انتقاداتی که میکردن از سوء مدیریت رو دنبال کردیم، با منابعی در داخل ایران، در کشورهای دیگه، عراق، سوریه و لبنان صحبت کردیم. مثلا یک نفر از کارمندان ماهانر به ما گفت که همه این هشدارها رو به مدیر ماهانر داده شده. همینطوری هم که دیدیم نامه ای نوشتن که اون نامه میگه که ما نماینده 3000 مهماندار هستیم و نگرانیم، و این که ما متهم ردیف اول شیوع در واقع کرونا در ایران هستیم، این داره ما رو اذیت میکنه. در واقع یک کار تیمی بزرگی بود که تمام بخش عربی و فارسی سعی کرد این داده ها رو کنار هم بذاره و ببینه که چقدر پرواز بعد از منع دولت ها و منع پرواز انجام شده به این کشورها. ممنونم از مریم افشنگ. در ایران بیشتر از 3 هفته از بازداشت علی یونسی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف می‌گذرد. خانواده آقای یونسی گفتند که از وضعیت او بی‌خبرند و همین نگرانشان کرده. اتهام او هنوز روشن نیست. فعالان حقوق بشر همچنان در پی کسب اطلاعات بیشتر از وضعیت او هستند. علی یونسی 20 سال دارد و 2 سال پیش در المپیاد جهانی نجوم مدال طلا گرفته بود. همزمان با دستگیری او، یک دانشجوی المپیادی دیگر دانشگاه شریف به نام امیر حسین مرادی هم بازداشت شده و از او هم خبری نیست. علی عرب، فعال حقوق بشر، دانشیار و آمار در دانشگاه جورج تاون از واشنگتن دی سی با ما هستن. آقای عرب، میخواستم ببینم که شما چه اطلاعات تازه‌ای دارید، تا چه اندازه پیگیری کردید در مورد آقای یونسی؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. در مورد آقای یونسی، متاسفانه همونطور که گفتین بیشتر از 3 هفته هستش که ایشون دستگیر شدن. هیچ گونه حکم دستگیری نداشتن مامورینی که ایشون رو دستگیر کردن و پاسخگو هم نیستن به خانواده ایشون، پدر مادرشون. به دادسرای زندان اوین چندین بار مراجعه کردن در چند روز گذشته و متاسفانه هیچ گونه پاسخگویی نیست. ایشون رو موقع دستگیر کردن کتک زدن و این واقعا غیر قابل قبول این وضعیت. سیاسی هیچ موضوعی که تلقی بشه که گویا مسئله امنیتی هست دیده شده، هیچ قرائنی وجود داره در این جریان؟ خیر، چیزی که حداقل کسی در این مورد چیزی نمیدونه. من با خانواده ایشون صحبت کردم، با برادرشون در تماس هستم. هیچ قرائنی وجود نداره که ایشون پیشینه سیاسی داشته. ایشون جزء تیم، همونطور که میدونین، تیم المپیاد نجوم ایران بوده، مدال طلا گرفتن. ایشون دانشجوی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف هستن، در سال دوم همچنین در دبیرستان علامه حلی تدریس میکنن و واقعا فعالیتی غیر از این من ندیدم از ایشون. اگر پیگیری ها در داخل به جایی نرسه که گویا مدتی است انجام میشه و خیلی هم نتیجه نداده، بعد چه کاری میخوان بکنن؟ خانواده، بستگان، کسانی که میخوان این موضوع رو دنبال بکنند؟ بله، خب به هر حال داخل ایران مشکلات این کیس ها این هستش که خب دسترسی به وکیل ندارن، اصلا معلوم نیستش به چه دلیل بازداشت شدن، پاسخگویی واقعا و شفافیت اصلا نیست در مورد این موارد. ولی خب این یه موضوعی هستش که بازتاب جهانی خواهد داشت، یعنی منابع علمی و مجامع علمی در این مورد ساکت نخواهند نشست. همونطور که در مورد کیسی مثل آقای امید کوکبی که در سال 2011 دستگیر شدن سکوت نکردند. اگه خاطرتون باشه برندگان نوبل فیزیک چندین نامه نوشتن. این موضوعی هستش که به هر حال این کسانی که در این لول هستن، نخبگان جامعه هستن، اینها بازتاب جهانی زیادی خواهد داشت. واقعا من متاسفم که این شرایط ایجاد شد. یک دانشجوی المپیادی دیگه هم اشاره شد به نام امیر حسین مرادی، بازداشت شده. این بازداشت ها اگر اطلاع رسانی صورت نگیره چه تأثیری بر وجهه اهالی دانش و نهادهای آکادمیک ایران خواهد گذاشت؟
خب خیلی وجهه بدی داره. به هر حال چندین این از چند وجهی میتونه خیلی مشکل ساز باشه. یکی اینکه خب به هر حال ایران یک کشور هستش که سالهاست، الان دهه هاست با مشکل فرار مغزها طرف است. من امروز داشتم مصاحبه میخوندم از آقای یونسی و چند نفر دیگه از اعضای تیم نجوم المپیاد نجوم ایران که ایسنا اتفاقا این مصاحبه رو انجام داده، خبرگزاری ایسنا داخل ایران، و ازشون سوال کرده که شما قصد ادامه تحصیل در خارج از ایران رو دارین. چندین نفر گفتن بله، آقای یونسی تو اون موقع گفته بودن که هنوز مطمئن نیستم. خب اینجور رفتارها خیلی اثر سو داره روی تشدید این مشکل فرار مغزها. از طرف دیگه هم خب مثلا آقای دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هستن ایشون. خب ایشون خیلی زحمت میکشن، رئیس بنیاد ملی نخبگان هستن، سعی میکنن که ترغیب کنن ایرانیان رو، که ایرانیان خارج کشور رو، جلساتی میذارن اینجا، میان سالی یک بار حداقل در نیویورک دعوت میکنن ایرانیان خارج از کشور رو که همکاری کنن. خب یه همچین رفتارهایی خیلی اثر سو میذاره و تمام اون پروژه هایی که در جذب نخبگان داره دولت رو همه رو برباد میده واقعا. ممنونم از علی عرب، فعال حقوق بشر و دانشیار آمار در دانشگاه جورج تاون از واشنگتن دی سی با ما. نجف دریابندری مترجم و نویسنده سرشناس ایرانی در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. او طی ده‌ها سال بسیاری از آثار نویسندگان خارجی را به فارسی برگرداند. کتاب معروفی هم درباره آشپزی نوشت. نگاهی می‌کنیم به زندگی و آثار او. زندگی کردن با آقای دریابندری راحته؟ مشکل هم نیست، چون کاری با کار آدم نداره، آدم هم میتونه کاری به کارش نداشته باشه. بله، آقای دریابندری از صبح تا شب داره کتاب میخونه، یا مینویسه یا میخونه. از مترجمان و نویسندگان صاحب سبک ایران بود. سازمان میراث فرهنگی 3 سال پیش نجف دریابندری را به عنوان گنجینه زنده بشری ثبت کرد. او مترجم آثار تعدادی از نویسندگان مشهور جهان از جمله مارک توین و ارنست همینگوی بود. بعضی از نویسندگان صاحب نام معاصر هم به مدد ترجمه های او در ایران بیشتر شناخته شدند. آقای دریابندری از ادبیات داستانی همین بس که یادآوری بکنم، داستان های پیرمرد دریا از همینگوی و هکلبری فین از مارک توین، پیش از او ترجمه های داشت ولی ترجمه دریابندری به کلی بازار اون ترجمه ها را کساد که از همه بارستر روشنتر کتاب جبران، خلیل جبران، نویسنده عرب تباره که بیش از 50 ترجمه از این کتاب به فارسی در دسته. ترجمه دریابندری الان به چاپ 120مین رسیده و این نیست مگر قدرت سحر کلام دریابندری در کار ترجمه. بسیاری هم البته او را با کتاب مستطاب آشپزی می‌شناسند که او با همکاری همسرش فهیمه راستکار نوشت. نجف دریابندری که در سالهای اخیر حافظه‌اش را کم و بیش از دست داده بود، مجموعه کم نظیر از دارش، ترجمه و گویش بود. به گواه کارشناسان او بسیار بیش از یک نویسنده و مترجم خواند، نوشت و تحقیق کرد و گفت. به اعتقاد او ترجمه خوب ترجمه ای است که خود نویسنده اگر همزمان مترجم بود آن متن را به همان صورت می نوشت. نویسنده وقتی خودش ترجمه میکنه عوض میکنه. حالا آیا مترجم هم حق داره عوض کنه؟ دریابندری مردی خود ساخته بود. او هرگز به دانشگاه نرفت و هر آنچه آموخت از زندگی و تجربه هایی است که به دست آورد. او معتقد بود که ترجمه علم نیست و می گفت یکی از بهترین راه های تحصیل زبان مطالعه انتقادی کارهای خود آدم است. آدم کارهایش را با چشم باز بخواند، خطاها را بهتر از همه می بیند. جلسه من رفتم در دانشگاه به این نتیجه رسیدم که این کار بیهوده است. دریابندری سال 1308 در آبادان به دنیا آمد. کودتای 28 مرداد همزمان بود با ترجمه او از کتاب معروف ودا با اسلحه نوشته ارنست همینگوی. نجف دریابندری امروز پس از دوره بیماری در تهران درگذشت. ناشناسی دلم برد و گم شد، من پی دل کنون میقرارم، لیکن از بستی باده دوش میروم سرگران و خمار. جرعی بایدم تا رحمم
محمود دولت آبادی نویسنده شناخته شده ایرانی و صاحب آثار معروفی مثل کلیدر از تهران با ما هستند. آقای دولت آبادی، شما خودتون نویسنده شناخته شده و صاحب ادعا هستید، در واکنش نجف دریابندری نوشتید که از او آموختید. چه بعدی از کار او رو برجسته میدونید؟ بگم زنده یاد نجف دریابندری و همسانان او در ایران و در کار زبان و ادبیات فارسی در جای آموزگاران من و همسال من هستند. اون که از دریابندری آموختم درست نوشتن فارسی، فهم زبان، انتقال درست مفاهیم با دقتی که او داشت و خونسردی که داشت در اینکه شتاب نداشت در هیچ کاری و آثاری از خودش به جا گذاشت که فکر میکنم آیندگان ما هم باید او رو به جای آموزگار ببینند و خواهند دید. فکر کن که من به عنوان نویسنده زبان فارسی که هیچ زبان دیگر نمیدارم، اگر که پیرمرد و دریا رو نخونده بودم واقعا چه قبلی بود، یا آثار دیگر او رو، یا تاریخ فلسفه‌ای که او ترجمه کرد در بسیار دوره جوانی خودش که یکی از آثاری بوده در کنار ترجمه زندیات خویی، فکر بکنم که ترجمه دیگری از تاریخ فلسفه داره و اخیراً هم که بقاش باشه استاد عزت‌الله فولادوند فلسفه بزرگ ترجمه کرده و این نشون میده که نجف دریابندری فقط در ادبیات نبود که دارای ذوق و احساس خاص بود. او انسان متفکری بود و به اندیشه آدمی اهمیت میداد، برای همین تاریخ فلسفی راسل رو او ترجمه کرد و بسیار آموختنیش و بسیار زبان شیوا و نظر تمیز و از دارم به هوش و فراستی که در او بود. یعنی این که او کار رو به جای خودش انجام میداد، در زندگی رو به جای خودش. یعنی یکی از شخصیت هایی بود که من دیده بودم، بازم در بسطلا و ردیفیشون دیده بودم. شخصیت ها از انضباط خاصی برخوردار بودن، قدر زندگی رو میدانستن و قدر این که آدمیزاد شایستگی هایی داره که باید به اون برسه. برای من خیلی عزیز بود، بسیار محترم بود و خیلی متاسفم که در پایانه عمر به اون آدم بسیار خوشمحضر و خوشمحفل و دوستدار و دوستیاب از زبان افتاد و به این صورت و به این به نظر وقتی که شنیدم از دست رفت هم متاسف شدم و همین که فکر کردم راحت شد، برای که واقعا انسان وقتی سر پا نباشه و نتونه خودشو جمع‌آوری بکنه بودن چه فایده داره. در آخرین باری که دیدمش واقعا اگرچه او اجازه نمیداد که انسان با اندوه درش نگاه بکنه، ولی چون همیشه اون خنده‌ای که در زیر پوست چهره نجف بود همیشه بود، ولی این که نه یک کلام تونست بگه و نه بشتوته برای من یا از یادم نمیره. شما فرمودید که مدت ها پیش دیده بودینش، البته در دورانی که بیمار بود، و بعد هم نوشتید که چهره بود پر از شوق زندگی. جالبه که نجف دریابندری با شوق زندگی در یاد شما مونده. این روحیه رو آیا حفظ کرده بود؟ به خاطر اینکه میدونیم 7-8 سالی بود که بعد از سکته، همونطور که اشاره کردید، در شرایط بیماری بود. بله برای این روحیه بسیار جزء ذات نجف بود. برخی آدم ها هستن مثل نجف دریابندری که وقتی انسان میبینتشون یک نیروی میگیره. در همون وقتی هم که ایشون دیگه از زبان افتاده و کنارش نشسته بودم، باز هم چهره
خندانش و نگاهی که به من میکرد انقدر عمیق و دوستانه و محترمانه بود که من بیشتر واقعا از شوق باید الان هشکم بریزه. آره این ذاتی نجف بود، زندگی رو محترم میشمرد و شایسته زندگی رو واقعا. بله شما اشاره کردید که خب آثارش بسیار ارزشمنده و یاد نجف دریابندری رو هم همچون یکی از ناخدایان زبان و ادب فارسی ایران گفتید گرامی می‌دارید. کدوم کتاب نجف دریابندری رو بیشتر از بقیه توصیه می‌کنید، خصوصا در این روزهایی که بعضی در قرنطینه هستند شاید وقت بیشتری برای مطالعه داشته باشند خونده بشه؟ من به خودم توصیه میکنم که بار چندم پیرمرد و دریا رو بخونم و باز هم به تاریخ فلسفه مراجعه بکنم، ولی به دیگران نمیدونم که توصیه من معمولا توصیه نمیکنم، ولی واقعا پیرمرد و دریا و تاریخ فلسفه برای من کتاب های بالینی بودن در تمام عمرم. ممنونم آقای دولت آبادی. محمود دولت آبادی نویسنده شناخته شده ایرانی و صاحب آثار معروفی مثل کلیدر از تهران با ما. ویروس کرونا گلها و گیاهان رو هم پژمرده کرده. گزارش شده که شیوع این ویروس به صنعت پرورش گل و گیاه در جهان دست کم 8.5 میلیارد دلار ضربه زده و چنان که در گزارش فریناسه می‌بینیم در این شرایط سخت این صنعت از همه آسیب پذیرتره. تصاویری از این دست از زمان شیوع ویروس کرونا در سراسر دنیا دیده شده. دور ریختن گل‌های تازه به دلیل نبود تقاضا برای آنها. بعد از شیوع کرونا و شروع قرنطینه در کشورهای مختلف، صنعت گل و گیاه با بحران روبرو شد. از مغازه‌های گلفروشی و وبسایت‌های سفارش آنلاین گل تا مدیران و کارکنان بازارهای گل در هلند، کشاورزان و کارگران حمل و نقل و همچنین توزیع کنندگان همه تحت تاثیر قرار گرفتند. شرکت رویال فلورای هلند که بزرگترین توزیع کننده گل در دنیاست، اوایل ماه گذشته 70% محصولاتش را دور ریخت. در بریتانیا هم صنعت گل و گیاه با بحران مواجه شده. انجمن صنعت باغبانی بریتانیا هشدار داده که 1/3 تولید کنندگان گل و گیاه احتمالاً ورشکست خواهند شد. همزمان با شیوع کرونا، بسیاری از کنفرانس ها، مراسم عروسی و ترحیم و هر آنچه برای آن گل سفارش داده می شد لغو شدند. در ایران هم گل فروش ها و تولید کنندگان گل با بحران روبرو شدند. من 6000 شاخه گل رو ذخیره کردم، اما این کار فایده چندانی نداره، چون حد اکثر مدت نگهداری گل در شرایط ذخیره 2 هفته است. دمای گلخونه رو هم تا حد خواب گیاه پایین آوردم، اما این روش هم با گرم شدن هوا بیفایده است. هزینه های سم، کود، برق و اجاره همان است، اما درآمد مثل قبل نیست. پرداخت حقوق کارگران هم در این شرایط دشوار است. اگه بخواین وضعیت مغازه ها رو ببینید، ببینید اینا گلای هستش که تولید کننده به امید من گل فروش تولید کرده، من آوردم، خیلی کم آوردم، یعنی شاید بر حسب پارسال 1/5 اون روزی که من می آوردم آوردم، چیزی نمی بودم، ولی همین مقدار کمش هم فروش نرفته، همشون در حال خرابی است. مغازه کلن خالیه، قسمت سرشاخش ما هیچ فعالیتی روش نکردیم، چون هر گلی میاریم در حد این که ویترین مغازه پر باشه خب مشتری نمیخره. ما بسترش هم فراهم میکنیم، کولر کار میکنه، هوای مغازه همیشه خنک هست، ولی خب فروش نمیره. همین مقدار کمی هم که ما آوردیم واقعا فروش نمیره. مثلا این گلای ارکیده همشون از بین رفته، خراب، داغون. تولید کنندگان گل میگویند بدون کمک دولت بعد از دوران کرونا قادر به ادامه راه نیستند. اما گل که کالای غیر ضروری به نظر میرسد، شاید در کنار دیگر صنایع نیازمند به کمک مالی دولت شانس چندانی نداشته باشد. فرین عاصمی، بی بی سی. قرآن خواندن یک خواننده جوان آمریکایی با صوت و لحنی آهنگین و مطابق قواعد تجوید در شبکه‌های اجتماعی کشورهای عربی توجه زیادی جلب کرده. جنیفر گراوات چند سال پیش در یک مسابقه استعدادیابی عربی در لبنان با نواختن عود و خواندن یک ترانه عاشقانه تحسین زیادی برانگیخت. حالا او به فرهنگ و زبان فارسی علاقه نشون داده و کلیپی هم به زبان فارسی منتشر کرده. خانم گروات، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو دادید به ما. شما هنرهای زیادی دارید، با آلات موسیقی آشنا هستید، چند زبان بلدید، ولی قرآن خوندن شما خیلی
اون هم در سطح حرفه‌ای توجه جلب کرده. ممکنه که خیلی کوتاه یک آیه از قرآن برای ما بخونید؟ Yes, sure. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. ممنونم، خیلی متشکر. شما به فرهنگ ایران هم ابراز علاقه کردید، دارید فارسی یاد میگیرید، چطور شد که علاقه‌مند به فرهنگ ایرانی و زبان فارسی شدید؟ من همیشه یکی از علاقه‌مندان به رومی بودم. هر کی که منو فالو میکنه میدونه که من عاشق این هستم که بتونم در بعضی از پست‌هایی که توی شبکه‌های اجتماعی میذارم از رومی نقل قول کنم. این رومی بود که باعث شد من مثلا به فرهنگ ایرانی علاقه من بشم. بعد باعث شد فکر کنم که خیلی دوست دارم فارسی یاد بگیرم تا بتونم اشعار رومی رو به همون زبان اصلی یاد بگیرم. برای اینکه وقتی شما به انگلیسی ترجمه میکنین به خودی خود زیبا هست، ولی من میدونم که خیلی از معنای اشعار در ترجمه شاید از دست برم. برای همین فکر کردم که اگه بتونم زبان فارسی رو در همون زبان اصلی اشعار رو یاد بگیرم، حتی میتونم به شکل عمیق‌تری مفهوم این اشعار رو درک بکنم و به یک عمق معنایی بیشتری برسم. برای همین خیلی علاقه‌مند شدم که فارسی رو یاد بگیرم. مولانا البته در آمریکا طرفداران زیادی داره، کتابی از او ترجمه شد، کولمن بارکس اگر اشتباه نکنم اون رو ترجمه کرد و تبدیل شد به یکی از پرفروشترین کتاب‌ها. شما به اسلام گرویدید، چطور شد که به اسلام روی آوردید؟ به خاطر اینکه معمولاً اینطور به نظر میاد که خواننده زن شاید خیلی براش جذابیتی نداشته باشه، کسی که اهل موسیقی است، اهل نواختن، به اسلام رو بیاره. خیلی جالب بود که من اول به موسیقی عربی علاقه‌مند شدم و بعد به فرهنگ عربی آشنا شدم و بعد از این راه علاقه‌مندیم به دنیای اسلام بیشتر شد. برای که میدونید فرهنگ عربی و فرهنگ اسلامی خیلی در هم تنیده هستن، برای همین هرچه بیشتر ارتباط برقرار کردم با اعراب و وارد فرهنگ عربی و فرهنگ عرب‌ها شدم، از راجب اسلام هم بیشتر یاد بگیرم. بعد نهایتاً به مراکش رفتم که کشور اسلامی بود. 4 سال اونجا زندگی کردم و اونجا بود که واقعاً ایمانم قوی تر شد، برای اینکه با مسلمان‌ها و با جامعه اسلامی ارتباط برقرار کردم، تعامل کردم و این باعث شد که بعد از تحقیقاتی که به عمل آوردم با از ته قلب بپذیرم. چطور با این موضوع کنار اومدید؟ میدونید که خیلی از مسلمان‌ها خوندن زن رو و نواختن زن رو درست نمیدونن، حتی قرآن خوندن زن هم از نظر خیلی از روحانیون مسلمان جایز نیست. منظورم البته با صوت و با صدای بلند و در انظار عمومه. I mean, I just
میدونید من یک حکیم اسلامی نیستم، متخصص اسلامی نیستم، ولی این رو میدونم که اختلاف نظرهای زیادی بین خود علمای اسلامی در این باره وجود داره. برای همین نمیدونم واقعا چجوری میخوام در جبه نظر خودم صحبت بکنم. راحت نیستم نظر خودم رو صحبت بکنم، چون نمیخوام کسی رو گمراه بکنم یا حرف اشتباهی بزنم و نقطه نظر تخصص اسلامی، ولی میدونم که یک سنت قدیمی زنانی هستش که تکخانی میکنن و قرآن میخونن. به هر حال من همیشه از خداوند طلب بخشش میکنم و دنبال اون حرف دل خودم میرم و در نهایت امیدوار هستم که این راه درست باشه. مسلمان شدن برای یک دختر آمریکایی در فرهنگ غربی شاید تصمیم آسانی نبوده. اطرافیان شما چی فکر میکنن؟ والدین شما وقتی که شما به عربی میخونید، قرآن میخونید یا مثلا حجاب دارید؟ راستش رو بخوای خانواده من کاملا این رو پذیرفتند. برای اونها یک تجربه متفاوتی بود. هر دو مادر و پدر من موزیسین بودن، موزیسین به موزیک کلاسیک علاقه داشتن، ولی وقتی دیدن که من موزیک عربی علاقمند شدم کاملا از من حمایت کردن، کاملا این رو پذیرفتن و وقتی هم که من مسلمان شدم دقیقاً همونطور با من برخورد کردن. البته سوال می همه چیز رو نمیفهمند و منم با کمال میل سعی میکنم که بهشون توضیح بدم، اما عموما خانواده من و دوستان من بسیار من رو پذیرفتن و حمایت کردن از من. شما یک آهنگی از خانم گوگوش خوندید ولی ما قبل از برنامه متوجه شدیم که آمادگی ندارید اون آهنگ رو برای ما بخونید، ولی با توجه به علاقه شما به مولانا، آیا آهنگی دارید که از اشعار مولانا باشه و برای ما بخونید؟ بله، من یک مشارکت داشتم در یک ملاقات مجازی با آقای رسولی در ارتباط با آقای رومی، در ارتباط با شاعر رومی، و شما خوب موقع ازم این سوال رو کردین. برای همین من این شعر رو از رومی برای شما میخونم و امیدوارم که فارسیمون برای شما قابل قبول باشه. ای قوم به هجرت کجایید کجایید، معشوق همین جاست بیایید بیایید، معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در باد سرگشت شما در چه هوایید، گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خاجف و هم خانه و هم کعبه شمایید، دبار از آن را بدن خانه برفتید، یک بار از این خانه بران بام براوید، آن خانه لطیفه است نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید، یک دسته گل کو اگران باغ بدیدید، یک گوهر جن کو اگر از بحر خدایید، با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرد شمایید. بله، این مثنوی است از دیوان شمس، ای قوم به حج رفته کجایید، خیلی مشهور از سروده های مولانا. در مورد علاقه به زبان فارسی گفتید که متمایل هستید که سفری به ایران داشته باشید، دوست دارید که با فرهنگ ایران از نزدیک آشنا بشید، تلاشی کردید در این زمینه؟ هنوز نه، متاسفانه بحث قرنطینه و اینا باعث شد که کلیه برنامه‌ای که برای سفر داشتم لغو بشه، بر همین منتظر هستم که این دوران تموم بشه. خیلی جا هست که دوست دارم انشالله سفر کنم. خیلی ممنونم از جنیفر گراوات، خواننده، نوازنده و همینطور قاری قرآن. و طبق روال چند شب اخیر برمیگردیم به موضوعات کرونا و همینطور سوالهایی که ممکنه شما از متخصصان برنامه ما داشته باشید. آیا خوابیدن روی شکم به بهبود بیماران مبتلا به کرونا کمک میکنه؟ امروز دکتر وحید آریان در مجموعه برنامه های از ما بپرس به سوالات شما
از جمله این سوال جواب میده. دکتر آریان پزشک بریتانیایی افغان تباری است که به خاطر فعالیت‌های خیریه‌اش در زمینه پزشکی چندین جایزه بین‌المللی برد. اگر علائم کرونا داریم، دقیقاً بعد از چه مدت باید به بیمارستان مراجعه کنیم یا به اورژانس زنگ بزنیم؟ کادر درمان بعد از تموم شدن شیفتشون باید چطور خودشون رو ضد عفونی کنن که ناقل ویروس نباشن؟ اینا چند نمونه از سوال‌هایی که شما با هشتگ از ما بپرس برای ما فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و امروز از قرنطینه خونگی این سوال‌های شما رو از دکتر وحید آریان، متخصص طب اورژانس در بریتانیا می‌پرسم. دکتر آریان خوش اومدید به برنامه. خیلی ممنون. وکیل احمد پرسیده در افغانستان کمبود دستگاه‌های تنفس مصنوعی وجود داره. با توجه به شیوع کرونا آیا به این معنیه که اکثر افراد مبتلا متاسفانه در افغانستان زنده نمیمونن؟ به خاطر اینکه این مریضی کووید 19 تمام جهان سرایت پیدا کرده، این هواکش‌ها یا ونتیلیترز کمبودیشون در همه مملکت‌ها دیده شده. بخصوص در کشورهای اروپایی و امریکا مریض های با کووید 19 بسیار زیاد مبتلا شدن و از هواکش استفاده میشد. و در عین زمان کشورهایی که جنگ زده هستن، اونا امکاناتشون کم است. افغانستان هم متاسفانه امکاناتش کم است. و ما در خبرها شنیدیم که دولت افغانستان هم خریداری میکنه از هواکش ها و هم در با فابریکا که داخل افغانستان هستن هدایت کرده که او را بسازن. دکتر آریان، شما خودتون جایزه قهرمان بین المللی را از سازمان ملل دریافت کردید به خاطر سازمان خیریه که راه انداختید، علاج از راه دور، که یه شبکه از پزشکای کانادا، بریتانیا و آمریکایی رو در واقع با اسکایپ و واتساپ وصل می‌کنید به مناطق جنگ زده. چه کمک‌هایی برای افغانستان درخواست کردید از نهادهای بین المللی؟ بله، ما همراه اعضای بین الملل و جهان صحی در ارتباط هستیم و فعلا هم به خاطر ارتقای ظرفیت دکترهایی که در بخش‌های مراقبت جدی افغانستان هستند و یا هم در سوریه و در یوگاندا هستند، با همراهشان تماس داریم و همکاری می‌کنیم. یکی برایشان ترنینگ آماده می‌کنیم و در همین زمان کیس‌هایی که بسیار مغلق هست، ما با همراهشان حل می‌کنیم و همراهشان تماس می‌گیریم از روی اینترنت. هارون سوال کرده مادر من پرستاره و یک ماه خونه نیومده. آیا شما هم در انگلیس بعد از تموم شدن شیفت کاریتون به قرنطینه میرید یا مستقیم میرید به خونه؟ عمل مهم در پروسه ضد عفونی شستن دست هاست. به خاطر شستن دست ها ما از آب و صابون کار بگیریم و این پروسه از 20 تا 30 ثانیه دوام کنه. اگر آب و صابون نباشد، ما باید از ژل که الکل از 60 تا 70 درصد بلندتر داشته باشد استفاده کنیم. همین پروسه را ما در داخل بیمارستان هم استفاده میکنم شستن دست ها. و وقتی من خودم شخصا به خانه برمیگردم، شاور میگیرم و کالای لباس های شفاخانه را در ماشین لباسشویی میاندازم. اشخاص صحی که با کلانسنا زندگی میکنن و یا به اشخاصی که در فامیلشان مریضی داشته باشن و مانند مریضی قلب، شش و یا هم شکر، باید از اینا دور باشن. و اگر کلانسن در فامیلشون نباشه و یا کسی که در فامیلشون مریضی نداشته باشه، ضرور نیست که از فامیلشون دور باشه، ولی باید پروسه ضد عفونی رو تعقیب کنه. نسیم پرسیده اگر علائم کرونا دارین دقیقاً تو چه مرحله‌ای باید زنگ بزنیم به اورژانس و اونها چطور ما رو به بیمارستان میبرن؟ متاسفانه در بعضی اشخاص علائم کووید 19 بسیار جدی میباشه، دمانند نفس تنگی، درجه حرارت بسیار بلند و یا هم بیهوشی، که در همین زمان یا وقت ای علائم را دیده میشیم، باید ما با آمبولانس و یا با دکتر زنگ بزنیم. و اگر ما از خانه دور هم میشیم و به شفاخانه میریم، باید ماسک بپوشیم تا دیگه اشخاص از ما این مرض کووید 19 را نگیره. شما همکاران خودتون یا خودتون اگر در آمبولانس هستید و میرید با یک بیماری که مشکوک هست به کووید 19، چه جور برخوردی میکنید؟ اشخاصی که مشکوک به کووید 19 باشند، وقتی که امبولانس پیشید از یا میه، ما از تجهیزات محافظوی استفاده میکنیم که ماسک هست، ایپرون میگن، و از دستکش های خاص استفاده میکنیم و این مریض معاینه میکنیم. اگر ضرورت به بردنشان به شفاخانه بیمارستان باشد،
امبولانس اونا را انتقال میکنه و اگر ضرورت برشان نباشه برشان میگن که شما باید در خانه قرنطین بمونید. تست هم میکنید در امبولانس؟ در داخل امبولانس ما چند چیز معاینه میکنیم که او یکیش نبض است، دومیش هم فشار است، سومیش هم ای که درجه حرارتشون چقدر هست و چهارم ای که اندازه اکسیژن خونشون به چی اندازه است. از این چهار جزء تشخیصی ما تصمیم میگیریم که آیا این مریض مهم است به شفاخانه یا بیمارستان این انتقال بکنیم و یا هم اینا به خانه بمونن. علی پرسیده خوابوندن بیماران مبتلا به ویروس کرونا روی شکم میتونه جونشون رو نجات بده؟ خوابیدن بر روی شکم بر کسایی که علائم کووید 19 خفیف داشته باشند یا علائمشون خفیف باشه ضرور نیست. وقتی که علائم کووید 19 بسیار شدید باشه و این مریض به شفاخانه بیمارستان انتقال می‌یابه و برایشان هواکش داده میشه و تحت نظر دکتر میباشه، اینها را به روی شکم میخوابانه. بله، ولی در داخل خانه ضرور نیست. دلیلش چیه؟ تنفس راحت تر میشه اگر خوابیده روی شکم باشه آدم؟ وقتی در چین اینا تحقیق کرده بودن، اینا دریافتن که بهبودی شش ها بعد از خوابیدن به روی شکم بیشتر میباشه. آرش میگه در شبکه‌های اجتماعی یک روش آزمایش توصیه میشه که اگه فرد نفسش رو 10 تا 15 ثانیه حبس کنه و بعد موقع بازدم اگه سرفه کرد نشون دهنده اینه که مبتلا به کرونا است. این صحیح هست؟ نه خیر. تشخیص کرونا فعلا از طریق PCR ماشین PCR تجزیه میشه و این به این صورته که از گلون ما سواب میگیریم. وقتی این سواب که گرفتیم این به لابراتوار روان میشه و از طریق ماشین PCR تجزیه میشه و حبس کردن نفس تشخیص کرونا ویروس را نمیکنه. محمد پرسیده ویروس روی زمین چقدر باقی میمونه و روی پارکت و فرش چطور؟ چند وقت یه بار باید زمین خونه رو در واقع شست؟ کرونا ویروس به روی سطوح هم از چند ساعت تا چند روز میمونه. این سطوح امکان دارد چوب باشه یا هم آهن باشه و یا هم پلاستیک باشه. باید ما متوجه شیم کسانی که مشکوک به کووید 19 هستند و او در خانه همراه ما زندگی میکنن، سطوحی که میشه اونا لمس بکنه با دست خود، اون سطوح را باید ما با مواد ضد عفونی که در خانه هست پاک کنیم و پاک کردن فرشایی که به او لمس به دست لمس نمیشن ضرور نیست. یعنی راه میرن روش اتفاقی نمیفته؟ امکانش هست که قطرات که از بینی و یا از دهن بیرون میشه که در اون قطرات کرونا ویروس هست روی فرش هم بمانه، ولی ای که ما این فرش به دست خود لمس نمی کنیم ضرور نیست که فرش باید بشیم. سطوحی که به دست لمس میشه و بعد از او این دستای خود ما به دهن میزنیم یا بینی و یا چشم، این خطر داره که این قطراتی که کرونا ویروس داشته باشه با ما سرایت پیدا کنه. خیلی ممنون دکتر آریان از وقتی که به ما دادید. شما هم سوالات خودتون رو در مورد کرونا با هشتگ از ما بپرس به پیامگیر تلگرام BBC @BBC شما برامون بفرستید. ممنون که 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.